دیدار علی خامنهای رهبر رژیم اسلامی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با سرسختی از طرف خامنهای در خصوص عدم مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا و واژگان دور از ادب دیپلماسی رهبر با شکست مطلق همراه شد و جمهوری اسلامی گام بزرگتری را در جهت رویارویی نظامی برداشت به ویژه که در همان روز مذاکره واحدهای کماندویی سپاه مستقر در بندر جاسک با هدف قرار دادن دو نفتکش نروژی و ژاپنی به آمریکا و همسایگان ایران چنگ و دندان نشان داد خامنه ای به درخواست شینزو آبه مبنی بر علاق مندی دانلد ترامپ برای مذاکره با ایران واکنش سردی نشان داد و عملا پاسخ منفی او راه مذاکره را مسدود کرد. خامنه ای در دیدار روز پنجشنبه خود با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتقادی به آمریکا ندارد به او گفت جمهوری اسلامی تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. او افزود هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد. او همچنین در واکنش به سخنان شینزو آبه که گفت قصد دارد پیام رئیس جمهوری آمریکا را به او برساند گفت وی شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیداند و پاسخی هم به او ندارد و به او پاسخی نخواهد داد او در عین حال افسود جمهوری اسلامی در حسنیت و جدی بودن ژاپن در این موضوع تردیدی ندارد او در هنگام ابراز مواضعش درباره مواجهه با ایالات متحده اظهار داشت آنچه بیان می کند خطاب به نخست وزیر ژاپن است که این کشور را کشور دوست می داند، نه رئیس جمهوری آمریکا. خامنه ای در بخشی از اظهاراتش سخنان ترامپ را در خصوص این موضوع که آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد دروغ خواند و گفت او رژیم ایران را عوض نمی کند چون نمی تواند نه به این دلیل که نمی خواهد خامنه ای همچنین در واکنش به اظهارات شینزو آبه در خصوص تمایل ترامپ برای مذاکره با ایران در خصوص توافق هسته‌ای گفت ایران پنج شش سال در این زمینه با شش کشور مذاکره کرده است و هیچ کشور عاقلی با کشوری که توافقی را نادیده گرفته درباره همان موضوع مجددا مذاکره نمی کند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر تحریم ساخت سلاح هسته‌ای در فتوای او اظهار داشت اگر هم ایران می‌خواست سلاح هسته‌ای بسازد آمریکا نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد اظهارات تحریک کننده مقام های ایرانی مهمترین چالش ایران در سطح تعامل بین المللی است. مقام های ایرانی برای حفظ جایگاه خود در سطح جهانی تلاش می کنند تا با رجسخانی و قدرتمند نشان دادن خود خود را کشوری مقتدر و همچنین توانا برای هر اقدامی که اراده کنند نشان دهند. اما عموما همین اظهارات بعدا به عنوان مصادیق رفتار و اراده ایران برای ایجاد تنش در سطح منطقه مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد. خامنه ای همچنین با اشاره به انبارهای آمریکا که چندین هزار کلاهک ای در آن انبار شده گفت آمریکا صلاحیت اظهار نظر درباره این موضوع که چه کشوری باید صلاح ای داشته باشد و چه کشوری نباید، ندارد. رهبر رژیم همچنین در واکنش به پیام نخست وزیر ژاپن در این خصوص که ترامپ آماده ی مذاکره صادقانه با ایران است این ادعا را دروغ خواند و گفت مذاکرات صادقانه از طرف شخصی مانند ترامپ انجام نمی شود. وی اقدام آمریکا در تحریم شرکت های پتروشیمی را دلیلی برای دروغگویی ترامپ عنوان کرد و اظهار داشت او بلافاصله پس از بازگشت از ژاپن تحریم های شرکت های پتروشیمی را هم به تحریم های ایران افزوده که نمیتواند نشان دهنده صداقت پیام های ترامپ باشد و این موضوع را نشان دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد خامنه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهد کرد او همچنین با رد اظهارات شینزو آبه در این خصوص که رابطه با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد گفت ایران بدون آمریکا هم میتواند پیشرفت کند وی البته توضیح نداد که این پیشرفت در شرایطی که تمام ارکان اقتصادی و زندگی اجتماعی ایران وابسته به کالاهای وارداتی است و به علت تحریم ها واردات این کالاها هم قطع شده است چگونه ممکن است خامنه ای از توسعه ارتباط با ژاپن که در پیشنهادات شینزو آبه وجود داشت استقبال کرد و اظهار داشت اگر ژاپن تمایل به توسعه روابط با ایران دارد باید همانند برخی از کشورها که اراده قاطع خود را درباره رابطه با ایران نشان دادند عزم خود را در این خصوص و اراده قاطع خود را در این رابطه نشان دهد احتمالا اشاره علی خامنه ای به کشور چین است البته خامنه ای به این موضوع اشاره نکرده است که ایران نفت خود را با حداقل قیمت به چین می فروشد و در عوض به صورت تهاتوری کم ارزشترین کالاهای چینی را وارد می کند. به ضمن تایید بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی ها همواره میخواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند به او گوشزد کرد آمریکایی ها در عین حال در تحمیل دیدگاه های خود به هیچ حدی هم قانع نیستند. <متصفيق> به گزارش رویترز سرپرست وزارت دفاع آمریکا پاتریک شانهان عصر پنجشنبه در یادداشت توییتری خود نوشت حملات بیوقفه و ناامن کننده ای ایران در منطقه تهدید صلح و امنیت بین‌الملل.» و خطری برای ناوبری آزادانه در دریاهای آزاد هستند بی افسود در حالی که به دنبال درگیری نیستیم وزارت دفاع آمریکا از نیروهای خود و منافعمان در سراسر جهان دفاع خواهد کرد ما محافظ تجارت جهانی و مدافع آزادی کشتیرانی خواهیم بود بی افسود همان گونه که مایک پومپئو وزیر خارجه امروز گفت تمرکز دولت آمریکا بر روی دیپلماسی به منظور حرکت بر یک توافق جامع است که صلح و امنیت را ایجاد کند آمریکا بار دیگر ایران را متهم به دست داشتن در انفجار دیروز نفتکشها در دریای عمان کرد در پی وقوع انفجار در دو نفتکش در آبهای دریای عمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در واکنش سریع این انفجارها را به ایران نسبت داد و اظهار داشت حملات ایران در خلیج فارس و همچنین اقدامات تروریستی ایران در عراق منطقه را ناامن کرده و رفت آمد در خلیج فارس را سخت کرده است او در همین حال از ایران خواست به میز مذاکره برگردد پمپو با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران اظهار داشت با وجود درخواست نخست وزیر ژاپن از ایران برای کاهش تنشها و صحبت با آمریکا رهبر جمهوری اسلامی این درخواست را رد کرده و گفته است به درخواست ترامپ جواب نخواهد داد او گفت رهبر جمهوری اسلامی در همین حال به نفتکشها در دریای عمان حمله کرده است او در ادامه افزود آمریکا به این حملات پاسخ داده و برخلاف اظهارات وزیر امور خارجه ایران آمریکا معتقد است این حملات نامشخص نیست و توسط ایران انجام شده است او افزود دلیل ایران برای انجام این حملات این است که تحت فشار شدید ایالات متحده قرار گرفته است پومپئو افزود آمریکا تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای امنیت را داده تا ایران محکوم شود او گفت آمریکا میخواهد ایران را پای میز مذاکره بکشاند تا تنشها کاهش یابد وی تأکید کرد ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد نه با خونریزی پومپئو تصریح کرد ایران در حال خرابکاری است چون رژیم میخواهد کارزار فشار موفق ما برداشته شود هیچ نوع تحریم اقتصادی به جمهوری اسلامی مجوز حمله به شهروندان بیگناه ایجاد اخلال در بازارهای نفتی و اقدام به باجگیری هسته ای نمی پومپ او گفت جامعه بین المللی حملات ایران به آزادی دریانوردی و نشانه گرفتن غیر نظامیان را محکوم می کند. به گزارش CNN ان دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه در واکنش به سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران در توییتی نوشت از اینکه نخست وزیر آبه برای ملاقات آیت الله علی خامنه ای به تهران رفت متشکرم اما شخصا احساس می کنم که هنوز حتی برای فکر کردن به یک توافق زود است نه آنها اند و نه ما آبه روز چهارشنبه در اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به تهران در چهاردهه گذشته به ایران رفت و با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد وی پیش از این سفر گفته بود قصد دارد برای کاهش تنشها در منطقه با های ایرانی و آمریکایی رایزنی کند ولی عملا نتوانست کار چندان بزرگی را به پیش ببرد ترامپ نیز چند روز قبل با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا ملت ایران را از پا درآورده و ایرانی‌ها الان حتی نان هم نمی‌توانند بخرند گفته بود این شرایط آنها را پای میز مذاکره خواهد آورد او گفته بود اکنون شرایط مناسبی برای مذاکره با ایران فراهم شده است اما حالا او میگوید دو طرف آماده انجام معامله نیستند اظهارات متناقض ترامپ نشان دهنده ضعف اطلاعاتی مشاوران کاخ سفید است مشاوران کاخ سفید با ارائه راهکارهای ناکارآمد نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنند بلکه با غیر واقعی نشان دادن شرایط نیز بیش از پیش بر بنبست موجود بین ایران و آمریکا می افزایند. محدودیت مطالعات علمی و فقدان درک واقعی از شرایط بلفل اجتماعی سیاسی و اقتصادی مشاورین کاخ سفید در مورد ایران موجب شده است که تصویری که توسط این افراد از شرایط اخیر ایران ارائه می شود با واقعیت فاصله داشته باشد به نظر می رسد که هدف مشاوران بیشتر آب و تاب دادن به موضوع برای تحت تاثیر قرار دادن کاخ سفید است تا ارائه راه حل های واقعی برای حل آنچه در ایران رخ می دهد. ماجرای قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران و جزئیات حادثه و سپس زندگی خصوصی وی در رسانه ها و فضای مجازی باعث شد حساسیت مردم و رسانه ها به زندگی خصوصی برخی سیاسیون افزایش یابد از دیگر اما به طور موازی مسائل و مباحث مهمی در کنار این پرونده در ارتباط با اتهامات مالی مقتول و یکی از اعضای خانواده وی به سرعت تیتر به فضای مجازی شد و باعث شد که حساسیت ها در جهت اموال و ثروت کلانی که برخی مدیران و مقامات دولتی و حکومتی به اسم همسران دوم یا موقت خود می کنند ده چندان افزایش یابد. همسر عبدالرزا داوری چهره سیاسی شناخته شده و مشاور محمود احمدی نژاد و از مسئولین رسانه‌ای دولت‌های نهم و دهم پرده از یک جریان پنهان برداشت و به سراحت طی یک افشاگری ادعا کرد که همسرش آقای داوری اسیر یک پرستو گشته و اقدام به تهیه مسکن و تامین هزینه‌های سفر وی نموده است. به دنبال این جریانات قوه قضایی طرحی را ارائه کرد که بر طبق آن مسئولین حکومتی و دولتی و کشوری الزامن باید اموال مربوط به همسران دوم یا موقت خود را با تمام جزئیات و تماما به دستگاه غذا ارائه نمایند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی روز سهشنبه هفته جاری در زمینه ابلاغیه مذکور اعلام کرد ابلاغ آیننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس دستگاه قضا آقای ابراهیم رئیسی انجام شده است البته لازم به ذکر است که قرار بر این شده است که دستگاه غذا با رعایت حریم خصوصی افراد و حفظ امنیت کامل سامانه با عنوان سامانه دارایی مقامات مسئول راه نماید تا مقامات مسئول پس از ثبت نام بتوانند در فرم مخصوص اطلاعات مالی مطالبه شده را قید نمایند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین در همین زمینه افزود که مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضایی ارائه شود محرمانه بوده و افشای آن ممنوع می باشد. ولی مقامات مسئول شخصا می توانند اطلاعات خود را افشا کنند. محمد صادق جوادی حسار از فعالین جریان اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص طرح قوه قضایی گفت به طور کلی طرح بسیار خوبی است اما باید تلاش اصلی معطوف بر آن باشد که نظارت مردمی و مطبوعاتی از طریق رسانه ملی جراید و خبرگزاری های کشور امکان پذیر باشد وی افزود رسانه ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند اگر آنها قادر به نظارت باشند پس میتوان گفت شفافیت برقرار شده است علیرغم آنکه در قانون اساسی بحث گزارش اموال مسئولین مطرح است اما به خاطر آنکه عملا منافع روحانیت اقتضا ندارد مسئله رسیدگی به اموال مسئولین درجه اول نظام به محاق فراموشی رفته است به دنبال تحرکات دیپلماتیک اخیر در سیاست خارجی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به حوزه سیاست خارجی از مطلع نبودن مسئولان و حتی دولت به شدت به بیخبری سیاست خارجی مسئولین مسکور انتقاد کردند. علی متحری نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مصاحبه با سراحت و با لحنی به شدت انتقادی از بی بودن مجلس و وزارت خارجه در ارتباط با پیغام نماینده سلطان قابوس برای ایران انتقاد کرد. متحری همچنین با نگاهی به دیپلماسی جدید و دیدارهای به یک معنا میانجیگرایانه برخی کشورها برای کاستن تنشهای تهران و واشنگتن در منطقه اظهار داشت. این کشورها نگران منافع خودشان هستند و ژاپن هم شامل همین اصل می شود. علی متحری در همین زمینه گفت اینکه نخست وزیر ژاپن قرار است میانجیگری کند و یا اگر از سوی سلطان قابوس نماینده به کشورمان آمده است که نه مجلس و نه حتی وزیر خارجه از آن بیخبرند، روش بسیار بدی است که مسئولان قانونی در جریان این امور نیستند و بدتر اینکه که ما نمیدانیم چه پیامی آورده شده است و حتی پاسخ چه بوده است علی متحری با اشاره به این موضوع که گزارشی در این زمینه به مجلس ارائه نمی شود چرا که وقتی وزیر امور خارجه بی اطلاع است و ما هم همینطور پس تنها اطلاعاتی که ما از آنها با خبر هستیم این است که وزیر امور خارجه به طور مستقیم در جریان امور نبوده و هیچ گونه نقشی هم نداشته است. چند ماهی است که برخی از مسئولان دولت و مقامات وزارت خارجه ایران با واکنش به وجود نهادهای موازی در بعضی از دستگاه ها دلخور و گلمندند و از اتفاقات و گفتمانهای بدون اطلاع دادن به حوزه آنها به شدت انتقاد می کنند. که برای نمونه مدتی پیش آقای ظریف وزیر امور خارجه در همین زمینه نسبت به سفر بشار اسد به تهران واکنش نشان داد و اظهار بی نمود و با عدم حضور در نشست با رئیس دولت استفا داد که البته با وساطت برخی از مسئولین استفایش را پس گرفت و اکنون هم دقیقا موضوعی مشابه با سفر بشار اسد به تهران صورت گرفته یعنی میانجی اومانی به ایران سفر کرده بدون اینکه مجلس و دولت از آن خبر داشته باشند به گزارش سی این ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس در سخنانی گفت او با درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس موافقت کرده است او افسود درخواست استرداد آسانج از سوی آمریکا ارسال شد و من دیروز دستور آن را امضا کردم در پی موافقت وزیر کشور انگلیس امروز دادگاه این کشور باید در خصوص تحویل دادن جولیان آسانج بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکیلیکس به آمریکا تصمیم بگیرد آسانج 47 ساله به علت شدت بیماری ماه گذشته نتوانست در دادگاه انگلیس حاضر شود و فردا جمعه قرار است جلسه دادگاه از طریق اسکایپ برگزار شود آسانج در سال 2006 سایت ویکیلیکس را ایجاد کرد در سال 2010 با انتشار تصاویر و ویدیوهای کشتار غیر نظامیان از سوی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. به گزارش CNN این دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کنارگیری و پایان کار سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید خبر داد. دانلد ترامپ نوشت که سندرز بعد از سه سال و نیم کار از کاخ سفید به خانهش در ایالت آرکانزاس باز می گردد. او افزود سندرز شخص خیلی خاص و با توانایی های ویژه است که در این مدت کارهای باور نکردنی انجام داده است. سارا دومین سخنگوی کاخ سفید از زمان روی کار آمدن ترامپ بود و حال کاخ سفید باید در انتظار سومین سخنگوی خود در دوران ترامپ باشد با این حال هنوز گزینه جایگزینی سخنگوی کاخ سفید معرفی نشده است لازم به ذکر است که دولت ترامپ رکورددار بیشترین میزان استعفاها در یک دولت در تاریخ آمریکاست. به گزارش رویترز ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوپوان چاپ پاریس بار دیگر از فروش سلاح به عربستان سعودی حمایت کرد و گفت فروش سلاح به عربستان در چارچوب پیمان تجارت قانونی سلاح و مواد 6 و 7 این پیمان صورت می‌گیرد. در ماه گذشته میلادی یک کشتی صادرات سلاح به عربستان در بندر لوآور فرانسه توسط فعالان ضد جنگ فرانسه متوقف شد اما یک هفته پس از آن بخش اعظمی از این صادرات از طریق بندر مارسی سرانجام به عربستان فرستاده شد مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکا روز پنج شنبه رژیم ایران را مسئول حمله به نفت کشها در دریای عمان دانست این موضوع با سابه فراوانی در رسانه های امریکا داشت اما شبکه رادیوی ملی امریکا NPR در خبری نوشت مایک پومپو بدون ارائه مدرک ایران را مسئول حمله به نفت کشها دانست NPR می نویسد پومپو هیچ مدرکی در این زمینه ارائه نکرده اما گفته بر اساس اطلاعات و سلاح های مورد استفاده در پس این حمله رژیم ایران قرار دارد مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکا روز گذشته در واکنش به مورد هدف قرار گرفتن دو نفکش در دریای عمان گفت ارزیابی دولت امریکا این است که این حملات از سوی رژیم ایران صورت گرفته است وزیر خارجه امریکا این گونه حملات را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت خاور میانه و افزایش تنش در منطقه دانست لحظاتی پس از سخنان آقای پومپو که رژیم ایران را مسئول حمله به نفکشا دانست دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بخشی از سخنان وزیر خارجه را در توییتر خود بازنش داد تا تاکید و تاییدی باشد بر گفته های آقای پومپو اگرچه دقایقی قبل از آن پرزیدنت ترامپ در واکنش به سفر شینزو وزیر ژاپن به ایران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی در توییتی از نخست وزیر ژاپن بابت این سفر قدردانی کرده بود و گفته بود به نظر او هنوز برای انجام مذاکرات زود است و ایرانی ها برای مذاکره آماده نیستند او گفت ما هم البته برای این مذاکرات آماده نیستیم اما روز گذشته توییتر اعلام کرد که بیش از چهار هزار حساب کاربری که گفته می شود در ارتباط با رژیم ایران فعالیت میکردند را مسدود کرده توییتر میگوید این حساب های کاربری در تلاش بودند تا با سوء استفاده از شرایط حاکم در فضای مجازی در راستای اهداف و سیاست های رژیم ایران فعالیت کنند توییتر میگوید مجموعه این حساب ها را در محلی که پیشتر تدارک دیده جمع آوری کرده تا مانع سوء آنها از شرایط فضای مجازی شود. در سوی دیگر نشریه هیل سخنان پرزیدنت ترامپ را باستاب می که از موضوع اعمال تعرف های تجاری بر چین دفاع می کند این روزها انتقاد از دولت به ویژه از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد اعمال تعرف های تجاری بر کالاهای چین و مکزیک بالا گرفته و برخی سناتورهای دموکرات آن را به زیان منافع اقتصادی امریکا در بلند مدت می دانند. با این حال روز گذشته بار دیگر پرزیدنت ترامپ از این سیاست دولت خود در برابر منتقدان دفاع کرد و گفت سیاست ما در قبال چین بسیار خوب عمل کرده چرا که ما توانستیم میلیاردها دلار سرمایه را از این طریق نصیب کشور کنیم که پیش از آن بدون اعمال تعرفه ها به دست آوردن این رقم ممکن نبود آن سوتر کاملا هریس سناتور ایالت کالیفرنیا و یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا به شدت از سیاست کنونی دولت انتقاد کرد و با خطاب قرار دادن دونالد ترامپ گفت او یک تهدید برای دموکراسی امریکاست. او دونالد ترامپ را متهم کرد که روند مستقل قضایی را زیر سوال برده و آشکارا موافقت نامه های بین المللی را نقض می کند. این نامزد دموکرات برای انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت اگر او بتواند در انتخابات آینده امریکا پیروز میدان شود مانع اجرای مستقل روند قضایی کشور نخواهد شد.